سال پیش یه تبی همه جا رو فرا گرفته بود، به هر دوستی که میرسیدی، به هر آشنایی که میرسیدی، یه تیکه کاغذ دستش بود که روی اون یه تصویری بود و از شما میخواست که به اون تصویر خیره بشین و انقدر خیره بشین، یه تصویر مبهم و درهم برهمی بود که وقتی شما بهش خیره میشدید توی عمق اون تصویر تصویر واضح و شفاف میدیدی و همه بهش میگفتن تصاویر سه‌بعدی که همه جا باب شده بود دیگه، پشت جلد مجله ها، حتی کارت پستالش هم درست کرده بودن. امروز به تبع پیشرفت تکنولوژی شاهد فیلم های سه‌بعدی هم هستیم، عکس های سه‌بعدی هم هستیم و من همه این مقدمه رو براتون گفتم تا شما رو دعوت کنم به دیدن گزارشی که از یک نمایشگاه عکس سه‌بعدی توی حوزه هنری داره برگزار میشه. ببینیم این گزارش با هم. خیلی امیدوار هستم که بتونم توی شهرهای دیگه ایران هم این مجموعه رو به نمایش بگذارم. عکاسی سه‌بعدی تقریبا میتونم بگم که خیلی خیلی در ایران مهجوره، با توجه به این پیشرفتایی که حالا توی کشورهای دیگه ما داریم میبینیم، شامل حالا ساخته شدن فیلم های سه‌بعدی، مجموعه های سه‌بعدی، انیمیشن های سه‌بعدی، متاسفانه ما این رو در کشورمون در حال حاضر نداریم. عکاسی سه‌بعدی رو نمیتونم بگم کار هنری هست یا نه، اما کاری که ما دوست داشتیم انجام بدیم این مجموعه با یک دوربین خیلی خیلی ساده عکاسی شده و شعارش همین بود که شما فقط دکمه شاتر رو فشار بدید، یه مقدار عکاسی سه‌بعدی هم مهجورتر شد. کاری که انجام میده این هست که پرتوهای قرمز و آبی تصویر رو که ما اومدیم از تصویر گرفتیم به تصویر دوباره منتقل میکنه و شما میتونید تصویر رو به صورت سه‌بعدی ببینید. ما هدفمون شاید یک جورهای در اون زمانی که ما این تصمیم رو گرفتیم که با این عینک با این دوربین بخوایم کار بکنیم این بود که یه جورایی بگیم که سنت هنوز از بین نرفته. خدا رو شکر بله، تا الان که مجموعه خوبی بوده، با استقبال خوبی هم مواجه شده. مجموعه از دو تا شهر تهران و اصفهان از مجسمه‌های شهری این مناطق تهیه شده. اصفهان خب شهری بود که من توش درس خوندم و تهران هم خب برای اینکه بیشتر اینجا تردد داشتم تونستم مجسمه های این دوتا منطقه رو کار بکنم. ببینید عکاسی سه‌بعدی برای تهیه عکس شما به یک پایه احتیاج دارید. این پایه‌ای که حالا روی سه پایه اصلی دوربین نصب میشه و شما از سوژه مورد نظرتون با کمک این پایه عکس تهیه میکنید. این پایه کاری که انجام میده این هست که حالت حرکت چشم انسان رو در تصاویر بازسازی میکنه. دقیقاً بر اساس فاصله دو چشم این طراحی شده و هر یک از چشم‌های شما یک رنگ و یک طیف رنگی رو از این عینک دریافت می‌کنه. متأسفانه با کمک دوربین نمی‌تونید این قضیه رو نشون بدید. بعضی از تلویزیون‌ها هستن که الان شما دارید ملاحظه می‌فرمایید، این تلویزیون‌های نسل جدید این توانایی رو دارن که تصاویر رو بدون عینک به شما سه‌بعدی القا بدن. بزرگترین و پرهزینه ترین مجموعه هم در این مورد ساخته شد فیلم سینمایی آواتار باشه که خیلی هم دنیا رو تکون داد، خیلی برای همه جالب و جذاب بود. بعد سوم یعنی ارتفاع یک تصویر یا عمقش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم شما توی یک عکس نمیتونید متوجه بشید، اما همین کار در چشم انسان خیلی به راحتی شما میتونید فاصلتون، بعد یک تصویر، عمق یک تصویر، یک درخت زمانی که توی پس زمینه یک تصویر قرار داره، میتونید اینها رو خیلی به راحتی متوجه بشید.
یعنی زمانی که مقابل یک تصویر ایستادید و عینک رو به چشمتون زدید، زمانی که حرکت میکنید تصویر رو توی اون فضا میتونید دریافت بکنید. یعنی اینطور نیست که اگر توی بعدی یا یک فاصله از تصویر قرار گرفتید اون حالت سه‌بعدی تصویر از دست بره. خب برای همین من اسارت این قضیه رو زدم که انشالله بشه که با کمک دوربین فیلم برداری هم این مجموعه رو ما بتونیم کار بکنیم. این عینک نه، عینکی هست خیلی ساده، میشه با یه مقوای خیلی ساده هم این رو تهیه کرد، اما عینک های پیشرفته تر از این هم وجود دارن که اونها با کمک پرتوهایی که با تلویزیون هماهنگ میشن یا با صفحه‌ای که تصویر برش نمایش داده میشه، اون عینک های مقدار قیمتش بالاتر هست، اما این عینک خیلی ساده هست که خودشون هم میتونن تهیه بکنن.